تا به حال فکر کردین که با فکرهای مثبت میتونیم زندگی قشنگتری برای خودمون و عزیزانمون بسازیم؟ زندگی پر از سلامتی، خوبی، خوشی، خلاقیت، موفقیت و اعتماد به نفس بالا. پس بیاین سعی کنیم که قصد، نیت، رفتار، گفتار، ذهن و هدفامونو همیشه پاک نگه داریم و هیچ وقت زیبای درونمون رو فراموش نکنیم. گلناز رفائلیان هستم. دکترا در متافیزیک، انرژی هیلر و سرتیفاید هیپنوتراپیست. برنامه زیبای درون هر چهارشنبه ساعت 7:30 شب و بازپخش اون یک شنبه شبها ساعت 11 به وقت لس آنجلس میباشد. به امید دیدار. با عرض سلام و درود خدمت بینندگان محترم این بخش از برنامه ها، دالیا ژاکلین هستم و در این ساعت افتخار دارم مهماندار یکی از میتونم واقعا بگم یکی از بهترین برنامه گذاران این شبکه باشم که دکترا دارن در متافیزیک و انرژی درمانی و همچنین ایشون سرتیفاید هیپنوتراپیست هستن و من این افتخار رو دارم که در برنامه خودشون مهماندارشون باشم و برنامه بسیار و جالب، بسیار جالب و زیبای درون را به اتفاق با ایشون سرکار خانم دکتر گلناز رفائلیان تقدیم شما عزیزان بکنیم. سلام و درود دارم خدمت شما خانم دکتر عزیزان. سلام، با اجازه و سلام گرم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی. امیدوارم که حال همگی شما خوب و خوش و سلامت باشین. در امروز باعث افتخار منه که با خانم ژاکلین برنامه رو به اتفاق ایشون به شما عزیزان ارائه خواهیم داد. خب این افتخار من هستش و خیلی ممنون که منو در برنامه خودتون اجازه دادین که مهماندار شما باشم. افتخار من هستش که تو این برنامه هستم. خب خانم دکتر عزیزم، من خودم شخصا یکی از بینندگان برنامه خوب و قشنگ و پر انرژی شما هستم. و اگر اجازه بدین میخواستم یه مقدار سوالاتی برای من خود شخص من پیش اومده و دوستان که اینجا مرتب تلفن میکنن و سوالاتی مطرح کردن که با شما امروز ما در میون بذاریم. راجع به متافیزیک، بله. اصلا چی هستش؟ یه توضیحاتی به ما بدید. حتما خوشحال میشم. متافیزیک عزیزان راجع بهش بارها و بارها صحبت کردیم، ولی برای اشخاصی که تازه به این برنامه زیبای درون آشنا شدن یک کوچولو راجع به صحبت میکنم. این متافیزیکس یه دریایی از اینفورمیشن، آگاهی و شناخت که میتونه به ما هیپنوتراپیست ها کمک کنه برای بهتر شناخته شدن کلاینتامون، کسانی که به ما رجوع میکنن. حالا ما از علم نجوم شناسی کمک میگیریم برای این که بدونیم اینها چه جور شخصیتی دارن، چه جور آداب و معاشرتی دارن، چه جور رفتار میکنن، حساسیت هاشون چیه. و همینطور نومرولوژی هستش، یه علم دیگه یه که با تاریخ تولدشون من میتونم خیلی چیزا بفهمم راجع بهشون. و این هنر متافیزیکس اینه که میدونیم ما انسان‌ها که همیشه برای ما انسان‌ها چیزای ناشناخته شده درده و ما دوست نداریم اونو، حتی اگه چیزای خوب باشه مثلا خوشحالی، خوشبختی، موفقیت، نمیخوایم داشته باشیم اگه قبلا تجربهش رو نداشتیم، میترسیم. پس وقتی که ما متافیزیک رو میاریم و قاطی میکنیم و میبینیم که چطور به ما میتونه کمک کنه در اینه که چطوری صحبت کنیم، چطوری رفتار کنیم با اون شخصی که به ما رجوع میکنه، که ما بهتر بشناسیمش و چطوری باش صحبت کنیم که به دلش بشینه و این حالت تغییر درش به آسونی
انجام بشه. یعنی شما با گرفتن تاریخ تولد بله. و مشخصات بله. تازه آشنا میشین که با کی طرفین، با چه جور بله. آدمی بله. نشستین و دارین صحبت میکنین و از اون راه میدونین چطور بله. میتونین رسیدگی بکنین. ببینین هر کسی محسنات خوب داره، محسنات بد داره و ما از اون محسنات خوب استفاده میکنیم برای بهتر شدنشون و اون بدی ها و یا نگتیو پوینت هاشونو خیلی به آرومی براشون گوشزد میکنیم. چقدر جالب، واقعا چقدر جالب هستش بله. و این در مورد هر شخصی شما میتونین این کار انجام بدین؟ بله. آیا با بچه ها هم میشه این کار کرد؟ کسی مشکلی داشته باشه البته. با بچه هاشون؟ البته، همون تاریخ تولد، تاریخ اون زمانی که آدم به دنیا میاد، اسمی که انتخاب میکنه. حالا اگه از تو کبالا بخوایم صحبت کنیم، همه اینا متافیزیک is a kind of کبالا یا همون عرفان اگه بخوایم صحبت کنیم، همه اینها همون. چقدر جالب، چقدر بله. جالب، چقدر سابجکت جالبی اصلا. خیلی من فکر کنم هر چقدر آدم راجع به این مسئله بدونه هنوز کمه، واقعا اینقدر گسترده هستش. واقعا درست میفرمایید، برای اینکه اینقدر که من یاد گرفتم تو این چند سال راجع به این چیزها، هر چقدر بیشتر میفهمم، بیشتر کلاس میرم، بیشتر کتاب میخونم، میبینم که وای چقدر من چیزها نمیدونم. بله و هنوز جا دارین برای یادگیری بله. بیشتر. خوشحالم از اینکه این, که این چیزا هست که ما رو مشغول نگه داره. من میدونم که خیلی ها دوست دارن تو این زمینه بیشتر بدونن بله. و ما نداشتیم تا اونجایی که من خبر دارم، کمتر تو مدیای خودمون داشتیم اشخاصی که درس خونده باشن تو این زمینه و بیان و اینجا اطلاعاتی به ما بدن در این راه. ببینین بله، هیپنوتراپیست هست. هیپنوتراپی بله. الان داره کولاک میکنه راجع به متافیزیک منظورم هیپنوتراپی یعنی هیپنوسیس. الان خیلی ها الان برای اینکه تونستن که ثابت کنن، علم تونسته ثابت کنه که چطور سابکانشس ما یا ضمیر ناآگاه چقدر میتونه در زندگی ما انسان ها اثر داشته باشه. همون 8 سال اول بچگی ما که متاسفانه یا منفی یا خوشبختانه مثبت، اینها در زندگی ما در آینده ما اثر میذاره و 20 40 60 سال آینده ما بر طبق همون 8 سال اول زندگیمون رقم میخوره. پس بنابراین خیلی ما الان میدونیم و بهمون ثابت شده و مطالعات نشون داده که تراپی با هیپنوسیس میتونه چقدر کمک ساز باشه و در یک زمان کم برای اینکه میریم تو سابکانشس مایند، ضمیر ناگاه عوض میکنیم و با پست هیپنوتیک ساجستشن که همون جملات تاکیدی مثبته توی هیپنوسیس براشون میگیم. و خیلی جالبه اون شخصی که بیدار میشه از خواب هیپنوتیک همونطوری عمل میکنه هرچی که بهش میگیم. چقدر جالب. درسته. البته فقط چیزهای خوب میگیم، فقط تمام چیزهایی که مثلا به ما گفتن که ایشو دارن یا مسئله دارن یا میخوان خودشون رو عوض کنن در اون زمینه ها ما صحبت میکنیم. و در آخر هر جلسه من چیزهایی که هیپنوسیس کردم اون شخص مورد سوال رو همشون داده میشه، یعنی این به صورت MP3 ضبط میشه و بهشون داده میشه که برای 21 روز باید گوش کنن، برای اینکه عوض شدن فقط همون 21 روزه که باید برای هر چیزی که دوست دارین، حالا لاغر میخواین بشین، ورزش میخواین بکنین، ادیکشن دارین، اعتیاد دارین، میخواین روابطتون بهتر بشه یا هر چیزی، فقط احتیاج 21 روز به صورت متناوب همیشه برای 21 روز روش کار کنید. یعنی یک بار هیپنوتیزم میشن بله. و همون یک باری که هیپنوتیزم شدن از اون برای به بعدش 21 روز میتونن اونو گوش کنن و به نتیجه برسن. یعنی خودشون به تنهایی دیگه اون رکورد رو دارن و بله. گوش میکنن و هیپنوتیزم. چه اشخاصی کاندیدای این هیپنوتیزم هستن؟ آیا رو همه کار میکنه؟ خیلی سوال قشنگی کردین، آفرین، بیوتیفول.
ببینین عزیزان، همه هیپنوتایزبل هستن. 99% آدم ها هیپنوتایزبل هستن. اون 1% کسانی هستن که اینتلیکچوال ما بهشون میگیم و خیلی حالا یا لفت برین هستن یا اینتلیکچوال هستن و خودشون نمیخوان کنترل خودشونو بدن به شخص مقابل یا اون هیپنوتراپیست. آره. اگه لت گو کنن، اگه به اون شخصی که هیپنوتراپی داره برشون میکنه، اگه رپور داشته باشن، اگه کردیت بدن به اون شخص، اونو قبول داشته باشن، لت گو میکنن و هیپنوتایزبل هستن. یه چیز دیگه ای که باید راجع بهش صحبت کنم اینه که وقتی شما میگین آیا همه هیپنوتایز میشن، ببینید الان چون هیپنوتایز داره کولاک میکنه، همه یاد دارن میگیرن این هیپنوسیزو و همه میتونن مثلا در عرض یک چند جلسه یاد بگیرن که چطوری هیپنوتایز بکنن. ولی من از HMI گراجویت شدم که اون خودش هاروارد هیپنوسیس هست و تنها و اولین مدرسه‌ایه که تونست هم لفت برین هم رایت برین هم کسایی که اینتلیکچوال هست و با یک شیوه مخصوص همه رو هیپنوتایز کنه. چقدر جالب. من فکر میکنم که خانم دکتر اینطور شنیدم. بله. که هستن اشخاصی که میترسن هیپنوتیزم بشن و نمیدونم دیگه نتونن بیان بیرون، اینجور میگن. ببینین خیلی شایعه شده. بله. خودشونو ریلیز نمیکنن و به قول شما اعتمادو نمیدن. ببینین خیلی موقع ها آدما میترسن برای اینکه نمیخوان تحت کنترل کسی قرار بگیرن. ولی همونطور که گفتم اگه اونا لت گو کنن و اجازه بدن، ما میتونیم اونا رو هیپنوتایز کنیم و به ایدئال های خودشون، به هدف های خودشون برسن. همچنین من تا اونجایی که شنیدم هیپنوتیزم برای اشخاصی که مشکلاتی که دارن در زندگیشون، این میبره اینا رو به قدیم که اون به اصطلاح اون پوینت های درسته. مشکلاتی که بوده و باعث مشکلات امروز شده درسته. رو پیدا بکنن و از این راه بتونن به اون شخص کمک بله. بکنن. لایف ریگرشن یکی هست و PLR پست لایف هم اونم خودش یک دنیای از اطلاعات به ما میده که واو. خیلی هیلینگ هست، برای اینکه ما مجموعه اون اشخاصی هستیم که در قبل زندگی کردیم. خوبی ها رو میاریم با خودمون، بدی ها رو میاریم با خودمون، ترس ها رو با خودمون میاریم، وحشت ها رو با خودمون میاریم، خوبی ها هم با خودمون میاریم. عجب، چقدر جالب. خیلی. و اشخاص بعد از هیپنوتیزم چه ریاکشنی دارن؟ معمولا کسانی که باشون کار میکنیم خیلی حالت ریلکس، آروم، ولی که من هم بهشون ریکی میدم، ریکی که همون انرژی هیلینگه که یه مقدار آرومترشون هم حتی میکنه. ریکی رو در یک زمان با متافیزیک و هیپنوتراپی این ستا رو قاطی میکنم بدون اینکه خودشون متوجه بشن، همه رو ضبط میکنم، رکورد میکنم و به خودشون میدم. پس در همون زمان خیلی احساس آرامش میکنن، خیلی ریلکس میکنن. کسانی که میان و اینو تجربه میکنن، هر کدوم گاهی اوقات یه تجربه های منحصر به فرد خودشونو دارن. مثلا من یادمه برای چند نفر که انجل تراپی کردم و فرشته ها رو آوردم، حتی دیده بودن فرشته ها رو با چشم بسته و خیلی امیز شده بودن، اصلا صورتشون میدرخشید، چشماشون میدرخشید و میگفتن واو چه اکسپریانس قشنگی ما داریم. واقعا انجل تراپی، راجب اون توضیحاتی به ما بدید. انجل تراپی خیلی آی لاف ایت. بله. کاری که میکنیم اینه که خدا این انجل ها رو آفریده که به ما انسان ها کمک کنه. در صورتی به ما این انجل ها کمک میکنن وقتی که ما ازشون طلب کمک کنیم. خب وقتی که ما کمک میخوایم از اینها، هر فرشته مخصوص به یه چیزه. مثلا آرکانجل رافائل که هیلر خیلی بزرگیه، در مریضی ها کمک میکنه، در خیلی چیزهای مختلف کمک میکنه. یا مثلا آرکانجل گابریل برای ترس ها ما میاریم. جوی. حالا خیلی ها دوست دارن انجل تراپی رو، من معمولا ازشون میپرسم از اون شخصی که به من رجوع میکنه. چند انجل هستن خانم دکتر؟ خیلی
شده؟ خیلی. هر کدوم از انجل ها برای یه کار به خصوصی هستن؟ بله درسته، و هر کدوم یه عطری دارن، یه رنگی دارن، یه هر کدوم آره. بعد خیلی جالبه، آرکانجل رافائل انجل منه. واو. و این آرکانجل رافائل نور سبز رنگ داره. و من احساس میکردم اولا که فقط هیپنوتراپیست بودم، من میدم چرا من وقتی که اینا رو هیپنوتایز میکنم چرا همه جا تو چشم من سبزه، خدایا یعنی چه؟ بعد وقتی که به این دانشگاه متافیزیک رفتم و راجع به این انجل ها آگاهیم بیشتر شد، نالجم زیادتر شد، دیدم او مای گاد، آرکانجل رافائل از مای انجل اند هی از هلپینگ می این اوری کیس. یعنی تمام کیس هایی که میان پیش من بالاخره آرکانجل رافائل حضور داره. بله. چقدر جالب. بله. هر دفعه که شما اون کار هیپنوتراپی رو انجام میدین، زمان مدتش چقدر هستش؟ چقدر مدت زمان؟ معمولا دفعه اول 2 ساعته، برای اینکه ما باید تستشون کنیم این اشخاص رو، ببینیم آیا چجوری ساجستبلن، آیا رف برینن، رایت برینن، برای اینکه هر کدوم اینا کسانی هستن که از قسمت راست مغزشون استفاده میکنن ملی. یک جور زبون مختلفی دارن. اونایی که قسمت چپ، از قسمت چپ مغزشون بیشتر استفاده میکنن، یه لنگویج دیگه، یه زبون دیگه ما باید باشون حرف بزنیم که کار کنه براشون. چقدر جالب. نمیتونیم مثل اینه که مثلا اگر نشناسیم که یه نفر مثلا رایت برینه یا لفت برینه، اگه مثلا مثل اینه که چاینیز صحبت کنیم با کسی که اصلا چاینیز نمیدونه، واسه کار نمیکنه واسه همچون شخصی. چقدر جالب. عزیزانی که تازه به ما پیوندید، در خدمت خانم دکتر گلناز رفالیان هستیم. ایشون دکترا دارن در متافیزیک و انرژی درمانی و همچنان سرتیفاید هیپنوتراپیست هستن. خانم دکتر عزیزم، راجع به انرژی درمانی به ما بگین، یکمی توضیحات بدین که به چه صورت هست؟ بله، ریکی یکی از بهترین چیزهایی که من باهاش آشنا شدم، خدا رو شکر. ما از انرژی یونیورس استفاده میکنیم برای بهتر شدن اون شخصی که به ما رجوع میکنه. اوکی. It's healing energy. در رابطه با هر مسئله از دستمون استفاده میکنیم. البته هیچ وقت بدون اجازه من دست به هیچ کس نمیزنم. معمولا هم احتیاج نداریم دست بزنیم. در یه گاهی اوقات با اجازه اون شخصی که به ما رجوع میکنه گاهی اوقات من این کارو میکنم. ولی اتفاقا خیلی خوبه، برای اینکه خیلی چیزها رو دیتکت میکنه. من یادم اولی که این رو یاد گرفتم، این علم رو یاد گرفتم، وقتی که انرژی اون شخص رو دیدم یه مقدار یه چیزی در سینه این خانم به نظر من درست نیست و بهشون گفتم میشه بری چک بکنی این سینتو، و گفتش که من هنوز به اون سنی نرسیدم که باید برم ماموگرافی کنم. گفتم خواهش میکنم این کار رو انجام بده. این شخص این کار رو انجام داد. البته 2-3 دفعه باید بهش میگفتم که خواهش میکنم برو، و وقتی رفته بود خیلی کلسیفیکیشن زیاد پیدا کرده بودن که همون اون باعث کانسر میشد در آینده. oh و تونست God. پیدا wow. کنه و بهش برسه، خدا رو شکر. چقدر جالب. یعنی بله، چقدر انرژی جز... ببینید انرژی فلو نمی کنه. وقتی که یه جا بلاک بشه، بله، بلاک بشه باعث بیماری میتونه بشه. اوکی. و اون بیماری رو خب ما وقتی که انرژی هیلینگ میکنیم اون بلاکلجا رو در میاریم. اوکی. بلاکیج ها رو در میاریم و میبینیم جایی بلاکیج داره. خیلی آسونه، یعنی چیز خیلی مهمی نیست برای ما البته تراپیست ها. خب خیلی هم جالب. بله. بیشتر در چه زمینه های شما میتونید به افراد کمک بکنید؟ در همه زمینه ها. هیپنوسیس میتونه در همه زمینه ها به انسان ها کمک کنه. از کاهش وزن گرفته، ادیکشن، کسایی که اعتیاد دارن به سیگار و به چیزهای مواد مخدر دیگه، یا اینکه مشروبات،
حتی مشروب، حتی قمار، حتی هر اعتیادی، هر نوع اعتیادی میتونه بهتر بشه. کسانی هستن که متاسفانه کسی رو یا شیء رو از دست دادن و یا اینکه طلاق گرفتن، به هر حال خیلی میتونه کمک کنه به همچون اشخاصی. به کودکان میتونیم کمک کنیم، به کهنسالان عزیزمون میتونیم کمک کنیم. پس سوالی که هست این که این کمک میتونه هم از نظر روانی، روان درمانی باشه، درسته، و هم فیزیکالی، همه جور. بله درسته. عجب، چقدر جالیه. ما با همون ریکی که گفتم براتون بلاکجا رو در میاریم، میذاریم انرژی فلو کنه، چاکراها رو باز میکنیم و بعدش هیپنوسیس دارم در یک زمان، و بعد در همون زمان اگر دوست داشته باشن با خواسته خودشون میتونیم انجل بیاریم. چقدر جالب. یعنی دیگه در عرض 3-4 جلسه میتونم بگم که زندگیشون عوض میشه و دیگه اصلا نباید تشریف بیارن. چقدر جالب. یعنی این کاری که من میکنم خوبیش اینه که زود تون سری به اون ایدئال ها و هدف های خودشون میرسن. و برای بچه ها و نوجوانان چه کار میکنم؟ بله، بچه های عزیزمون، خیلی مثلا کسانی رو داریم که ADD، ADHD دارن، یا اینکه شب ادراری دارن، یا اینکه در تکالیف مدرسه شون اشکال دارن، یا میخوان بهتر باشن، یا زودتر کتابشون رو بخونن. بله. همه اینا رو میتونه، یا بهتر شدن در سپورت، میتونیم اینا رو هیپنوتایز کنیم و بهشون ایگو، یعنی بهشون یه بوستی بدیم، سلف استیمشون رو بالا ببریم، سلف کانفیدنسشون رو بالا ببریم. کسانی که دیپرشن دارن، خیلی ها دیپرشن و انگزایتی دارن و اینها به اینها لیبل های ADD ADHD میزنن. راستش که با یه چند جلسه هیپنوسیس میتونن کاملا مسئله حل بشه و کاملا حل بشه. لیبل های ADHD رو که من میبینم خیلی واقعا ناراحت میشه. متاسفانه. شما قبل از برنامه به من یه مسئله رو منشن کردین که ADHD یه مقدارم از آپیدورالی که میزنن متاسفانه درسته و معمولا دکترها اینا رو نمیگن متاسفانه، و باعث تاسفه که اینجا همه چیز پوله و به خاطر پول خیلی چیزا رو. خب چقدر خوبه که در این برنامه ما اینو راجبش صحبت بکنین و مادران عزیز بدونن که بله، چه دو ساید افکتی میتونه داشته باشه این آپیدورال که برای زایمان استفاده میشه، دردای زایمان. خب اینو باید در جریان باشن که واقعا ممنون از شما که واقعا این اطلاعات خوب و قشنگ و برای بی خود نیست که اسم این برنامه زیبایی درون هستش، زیبایی های زندگی هستش و بهتر زندگی کردن هستش. وقتی ما این اطلاعات رو داریم و میتونیم زندگی زیباتری داشته باشیم، قشنگتری داشته باشیم، راه چارهای به این سادگی و اشخاصی مثل شما هستن که میتونن تو این زمینا با از روش و این راه هیپنوتراپی و متافیزیک و غیره بالاخره انرژی درمانی کمک بکنن، چرا که نه، و بتونیم یه زندگی سالمتر، شادتر و خوشحالتری داشته باشیم همگی ما. عزیزان، برای مشاوره رایگان، اگر مشاوره رایگان با خانم دکتر گلناز رافلیان میتونین با شماره تلفن 310-248-0220 تماس بگیرین و یه قرار مشاوره بذارین. میتونین اگر پیشنهاداتی دارین، عقایدی دارین، مسائلی هستش که میخواین ایشون در برنامه های آیندهشون با شما در رابطه با اون مسائل سابجکت و صحبتی داشته باشن، اطلاعات بیشتری بهتون بدن، شما میتونین حتی براشون ایمیل بفرستین به ایمیل آدرس hypnosisbynaz@gmail.com و میتونین حتی به وبسایت ایشون مراجعه بکنید، drnaz.net، برای اطلاعات بیشتر. دفاتر خانم دکتر گلناز رافلیان در 3 منطقه تارزانا، لس آنجلس و سانتا آنا هستش که میتونین یه قرار ملاقات بذارین، خدمت ایشون برسین و بهره مند بشین از خدمات ایشون، سرویس خوب و
مفیدی که میتونن تقدیم شما عزیزان بکنن. خانم دکتر گلناز، شما ما یه قولی دادین، یه اسپیشیال دارین برای عزیزان ما برای 2019. درسته. چی هستش این اسپیشیال شما؟ بله، این اسپیشیال برای این در نظر گرفته شده که خیلی عزیزان زنگ زده بودن و منو قابل دونسته بودن و میخواستن که بپرسن اگر من بیمه قبول میکنم یا نه، و متاسفانه جواب من خیر هست، ولی به علت اینکه خیلی ها این هیپنوسیزو هیچ وقت تجربه نداشتن و نمیدونن چقدر میتونه به زندگیشون کمک بکنه و زندگیشون رو قشنگتر بکنه، من اسپشیالی گذاشتم که همه بتونن از این اسپشیال استفاده کنن و بهترین های خودشون رو در بیارن. پس عزیزان من، زنگ بزنین، تلفن کنین، اگه احیانا مسیج بذارین و من به خدمتون زنگ میزنم و با هم این اسپشیال رو مرور میکنیم. خیلی هم عالی خانم دکتر عزیز. مرسی. اگر در دقایق پایانی برنامه هستیم، اگر مسئله دیگه ای هست که دوست داریم با دوستان در میون بذاریم، در خدمتون هستیم. بله، من فقط سال 2019 میدونیم که اومده، ایشالله که سالی مملو از خوبی، خوشی، سلامتی و موفقیت برای همه عزیزان باشه. هفته پیش من یه غیبت داشتم به علت اینکه سرما خورده بودم، ولی خواستم به اطلاع همه عزیزان برسونم که این ستاره شناسی، همونطور که میدونین، ستاره ساترن بالای سر ما قرار گرفته و تمام درس‌های زندگیمونو در این 2 سال آینده باید به نحو احسن انجام بدیم. یه مقدار زندگی سخته، خواهش میکنم یه ذره اسپریچوال بشین، برای اینکه با اسپریچوالیتی، با راستی، با سلامتی، با خوبی، با خوب بودن خودمون میتونیم این نکته های منفی و لاکش هایی که در زندگیمون هست از بین ببریم. این یه نکته کوچیکی بود که در این ساعت کوتاه میتونستم برای همه عزیزان بیارم و امیدوارم که همه بتونن در این سال بتونیم تمام این کارماها و اون درس هایی که باید در زندگی یاد بگیریم به آسونی یاد بگیریم. برای اینکه عزیزان، اگه یاد نگیریم، اگه همه اینها رو پشت گوش بندازیم و چشم پوشی بکنیم، اینها متاسفانه سخت‌تر و سخت‌تر و سخت‌تر میشن و بعد مثل یک طوفان در زندگی ما متاسفانه حضور پیدا میکنن. پس با آرزوی سالی بهتر برای همگی ما، سال شادتر، خوشحالتر و سلامتتر آرزو میکنیم و من بسیار لذت بردم از گفتگو با شما خانم دکتر عزیز. برای من افتخار بزرگی بوده که در این برنامه مهماندار برنامه خودتون باشم. مرسی عزیزم، شما عزیزم، و بسیار من یاد گرفتم و ممنون از مطالب خوب و مفیدی که شما امروز تقدیم بینندگان عزیز ما کردین. با تشکر از خانم ژاکلین برای همراهی با من با برنامه زیبایی درون، امیدوارم که این برنامه برای شما عزیزان مفید واقع شده باشه و تا هفته آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپاریم. خدا نگهدار. آیا تا به حال فکر کردین که با فکرهای مثبت میتونیم زندگی قشنگتری برای خودمون و عزیزانمون بسازیم؟ زندگی پر از سلامتی، خوبی، خوشی، خلاقیت، موفقیت و اعتماد به نفس بالا. پس بیاین سعی کنیم که قصد، نیت، رفتار، گفتار، ذهن و هدفامون رو همیشه پاک نگه داریم و هیچ وقت زیبای درونمون رو فراموش نکنیم. گلناز رفائلیان هستم. دکترا در متافیزیک، انرژی هیلر و سرتیفاید هیپنوتراپیست. برنامه زیبای درون هر چهارشنبه ساعت 7:30 شب و بازپخش اون یک شنبه شب ها ساعت 11 به وقت لس آنجلس می باشد. به امید